سلام برای یوتیوب سوال اقتصادی هستم براتون امروز ویدیو داریم با سهیل امین به نظر راجع این عقیده ای که یه دارن که زمین تخته چیه خیلی ناراحتم اصلا نمیتونم اصلا توضیح بدم چقدر ناراحتم من همیشه خب میگفتم که انسان ها آدم که متاسفانه بدیم دیپ خیلی خنگیم هیچ فرقی با حیوان نداریم در حد میمون و منطقه ما این بود که اگه بیای همه آدما رو نه همه آدما رو همه بچه ها رو تمام دنیا بیا بچه هایی که به دنیا آمدن رو تا دو سالگی همه رو وردار برو بذار توی جزیره بهشون هم غذا بده یه جوری بعد 20 سال بعد برو اونجا هیچی نخواهد بود هیچ حتی زبون نه با هم حرف میتونم بزن با هم با اشاره عین هی ای میمونی که بالای درخته ای که زمینه داره میکنه کثیف کسافت هیچی بلد نخواهم بود بشقا بلد نیستم بسازن چرخ و هنوز نه نه فهمیدن برای برشون دایره هول بدی همشون میچستن به زمین فندک ببری بگی من خودم همه باور میکنن میمونه میمون میمون و این داستان دنیای صاف اثبات همین موضوعه که لازم نیست ما بریم آدم ها رو برداریم ببنیم بزنیم توی جزیره آدما تو کل نالج و منطق هم میتونن به فنا برن از اون چیزی که من فکر میکردم حتی بدترین ما حالا چطوری میتونم رو توضیح بدم این اولین چیزش اینه که سیستم ایژوکیشن ما رو فیل کرده و سیستم تحصیلی یه گند بزرگ بزرگی زده تو دنیا و این بوده که آدما فکر نکنین ما بهتون میگیم داستان چیه این تنها معنیش اینه که مردم قدرت فکر کردن رو از دست دادن یعنی تو تو یا نمیفهمی زمین چیه یا میفهمی خب اگه نمیفهمی که نمیفهمی اون کسی باش کاری نداریم اگه مثلا مثلا خر یا مثلا شطور مرغ یا اقاب نمیفهمه زمین چیه اگر بهش بگی زمین تخته باش زمینش رو یاد بگی بگی زمین تخته میگه اوکی زمین تخته نمیتونم باید بحثی کنه زیاد چیزی نداره یه انسان میاریم به اسم امین که شعور پیدا کرده میگیم آقا میدونستی زمین داستانش اینه ما خورشید اینا بعد میگه آقا که الان میفهمم بعد به امین میگی زمین صافه امین اگه کوچکترین شعوری پیدا کرده باشه که یه استپ از اون گاو از اون خر از اون عقاب جلوتر اومده باشه میگه یعنی چی زمین صافه خورشید پس چرا گرده ماه چرا گرده مارس چرا گرده ونوس چرا گرده چرا تمام ماه ها گردن چرا تا آخر یونیورس همه چی گرده چجوری ما صافیم و اگه صافیم چرا بغلاش که تموم میشه ازش یه فیلم نیست نگاه کنیم کسی نرفته اون بالا از اون یه بعد بره پایین چی میشه میفتی خیلی سوالای ساده تو رو میتونه به حقیقت برسونه حالا بمونه که ما آردی موش شک داریم که از زمین رفته بیرون اونوری دور داریم یعنی اونا بمونه بعد یه سری میان میگن هزار 969 فرود روی ماه غیر عادیه یا دروغه فیلم ساختن هر اون سال 1969 فیلم میتونستن بزنن چارلی چاپتین فیلم میساخت و سیاسفید شما اینا تکنولوژی داشتن کامپیوتر بدن موشک دیزاین کنن که داره فرود میاد بکراند زمین اصلا اینقدر مردم احمقن و نمیتونن فکر بکنن که تو لازم نیست اصلا شعوری داشته باشی راجع به این چیزا چرا بیان اینو این کارو بکنن پوینتش چیه حالا اصلا بیا اونوری نگاه کنیم اوکی زمین صافه چرا تمام مهندسا و تمام دانشجوها و تلسکوپا و همه چی اومده و کتابا گفتن زمین گرده پوینتش چیه میخوان چی از کی قایم کنن اصلا ببینیم توهم که یه سری زمین رو کنترل میکنن از این حرفا اصلا خدا داره این کارو میکنه پوینت چیه که خدا اومده به مردم گفته زمین گرده ولی زمین صافه که چی بشه اگه زمین گرد بود من چه گویی میخوردم زمین الان صافه من چه گویی دارم میخورم این از هر زاویه میه بهش نگاه کنی فقط بدتر میشه که این نشون میده انسان یه موجود فوق العاده احمق ساده زود باور و بی همه چیزه و این افکتی که وسط علم و دین،, دین... علم و دانشگاه و آدمای دیگه و تلویزیون و اینا تو هنو بتونی کور بمونی، یه لول دیگه رو نشون میده. برای همین هیچ وقت دین توهم عدد سیزده نسخه هیچ وقت از بین نخواهد رفت چون ما داریم با یه موجود فوق العاده بی خنگ سادلو واقعا هر نوع چیزی که ضعف ما میبینیم تو حیوانات دیگه خود ما از همشون بدتریم چون اونا نمیفهمن ما میفهمیم و هنو نمیفهمیم یعنی یه لول گافتر یعنی دقیقا به هر حیوانی بگی زمین چیه میگه ها بعد به, زم... به... به حیوان انسان میرسی میگی زمین چیه میگه صافه میگی مادر تو سرویس یعنی تو از نفهمی رسیدی به فهم بعد نفهمی خب تو که نمیفهمی داری دیگه چی فهمیدی به شور رسیدی که باز نفهمی زمین گرده بعد هواپیما که میرن دور میزنن این همه خلبان پرواز میکنه این همه داستان هست همه اینش بر راه های اثباتش یه دونه چراغ برمی‌داریم می‌ذاریم اینجا یه چراغ برمی‌داریم می‌ذاریم برای کره زمین چون زمین گرده نمیتونی اینو ببینی این یه خورده تکون میخوره خط صاف باشه دو تا سوراخ بذاری که خط صاف رو بگیره چراغ یه خوره دور میشه چراغ آروم آروم پایین غیب میشه یعنی همون کشتی که میگن داره دور میشه کشتی میگن داره می میره پایین غیب میشه میده زمین دور میزنه در واقع همین حالا من خودم دفعه توی تورنتو بودم تورنتو ما بزرگترین برج تو که تو کانادا تو تورنتو بعد با رفتم بالای بالای این برج بعد با بالای بالاش که میری میبینی زمین یه خورده کج میشه یعنی مثلا اون برجایی که تای تهیه تر تا داری نگاه میکنی برج دیگه تو چشه تو صاف نیستن یه خورده کجن قشنگ میبینی که برج یه خورده کج دارن میشن خیلی جالبه که میتونی این صحنه رو ببینی چون تورنتو هم خیلی صافه به اجازه میدین صحنه رو ببینی چون جایی کوه و باشه آری کوه نبه میبره خیلی جالب بود این خودم دیدم حالا میگم مثلا مهمی تو خودت هم تجربه داشته باشی انقدر اطلاعات هست و انقدر منطق هست یارو بدون اطلاعات و بدون ویدیو اینو فهمیده 500 سال پیش به خاطر جوری که خورشید و ستارات رو میخوام فهمیده یعنی همین دارم میگم یارو که میخواسته بفهمه فهمیده ولی بقیه که با اون اومدن مثل اون نیستن بعد مردم همیشه سوال میپرسن که اگه ما از میمون اومدیم چرا هنوز میمون هست یا خب اوکی ما میفهمیم چیزا ایوالو میکنن و میرن جلوتر پس چرا ما الان نمیبینیمش این همینه دیگه چطوری میتونه یه آدم با دیدن و منطق بفهمه زمین گرده بعد یه آدم تو 500 سال بعد با فیلم و تلسکوپ و منطق و سالها دلیل و چیزه که همه چیز رو کار میکنه بگه نه مثلا یه کمپانی مثل سپیس اکس که داره هفته ای دو تا موشک میفرسته توی اوربیت یه چیزی میده که دور زمین داری میچرخه داره چیکار میکنه میفرسته صاف میده جلو عقب و تمام کشورها تمام اینا همه تو این بازی هستن هیچ کی صداش در یه دونه عکس نمیده بیرون فقط اون فیلمه که یارو گذاشته که یکی تو اتاق از تو جیبش داره میگه میگه آره زمین صافه میگه نگو نگو کسی نفهم اون واقعیه فقط ولی صدها هزار ویدیو و منطق و نه همه درست شده است که ما رو گول بزنن بعد که چیش از همه بدتره که خدا رو تو داستان میگی میگی چرا خدا میگی دادا دیوونه چرا خدا قبول هیچ بحثی توش نیست ولی اینکه زمین صاف بیا با هم بحث کنیم و گروه میسازن و جمع میشه همدیگر رو میبینن بعد آدم های دیگر مسخره میکنن که اینا شما احمقین کجا داریم میرسیم ما به کی هستیم واقعا یعنی چه جوری ما نمیتونیم این صحنه ها رو ببینیم و نفهمیم چه موجود وحشی و احمقی هستیم همه چی هم نرمال داریم میره جلو کسی هم به کسی کاری نداره ولی این کلا برمیگرده به همین که آقا سیستم ادویکیشن تو کل دنیا گن زده چون تو کل دنیا ما آدمایی داریم که دارن باور میکنن به این مزخرفات و این آدما اکثرا مدرسه رفتن اگه مدرسه به تو یه خورده شعور یاد میداد که آقا مغزتو استفاده کن فکر کن به که فقط فکر نکن ما بهت میگیم چی درسته بعد تو میشه کاغذ میزن جلو بهت میگن اگه دو تا پرتغال داشته باشی امروز بعد فردا دونه پندار بفروشی فردا چقدر پول داری بعد یکی میاد میگه هیچی بعد میگی چرا میگی چون پرتغالو کپک زد میگن تو احمقی تو دیوانه ای در که بعد میگن باری کلا چقدر خوب فکر کردی تو اومدی به مسئله ای که توی نگفته بود و امکان میتونه حتی دوزی بشه میتونه کی سور بخوره بیفته روش بکن بهتره که میتونه بیفته زمین خراب بشه و و و و و آفرین و هیچ وقت تو هیچ کشوری تو هیچ مدرسه این اتفاق نیفتاده اگه معلم به تو گفته پرتغال فرج تو فقط بگی دو تا پرتغال زرد داره 5 دلار 10 دلار, دلار هیچ اتفاق دیگه نمیتونه بیفته تو این داستان این کوتا این این چشبستگی شده این که الان یه اولاقی میشینه جای تلویزیون 10 دقیقه برنامه نگاه میکنه باور میکنه که زمین صافه چیزی که ما مسخره میکردیم 500 سال پیش آدم ها چقدر احمق بودن اینو باور میکردن و چیزی بود که میگیم نها کن چقدر کلیسا فرم آشغالیه که اومده آدمایی که میگفتن زمین گرده رو میکشتن یا آدمایی که میومدن گفتن زمین وسط دنیا نیست و خورشید دور میچرخه مدار خورشید میچرخه و میکشتن الان هم همونیم دیگه چه فرقی هیچ فرقی نکردیم اینش خیلی ناراحت کننده است حالا من چاقا که گسی نیستم تو فکر کن تو اون کسی باشی که صبح تا شب داره کار میکنه که اون سپیس رو را بندازه فکر کن تو ایلان ماسک باشی تو داری کجا داری توب میزنی داداش بغلید که مثل تو ایوالف کرده میگن چرا هنوز میمون هست ایشون چرا هنوز هست سوال اینه داداش بغلیش هنوز نشسته با هم توی یه کشور دنیا آمدن توی یه جا مدرسه رفتن اون میگه زمین صافه بعد کی داره موشک میشه دو زمین به چرخ خلا فلان میگه دیوانند چی بگم 500 سال پیش کلیسا میکش هیچ چی نبود تو میگی اوکی به ضررش بوده چون کتابش گفته بوده این اگه میگفته اوکی رو دیوانگی و خاطر اینو بخاطر این بخاطر این این مزخرفاتو نگهدارن آدما رو میکشتن اینو من میتونم بپذیرم امروز چرا به غیر از اینکه انسان یه موجود فوق بی خود و احمقه چه دلیل دیگه ای می میتونه داشته باشه این اگه میشه واسه من لطفا توی کامنتو بذارین من خیلی علاقه دارم بدونم که به نظر شما چرا ما اینقدر بی خودیم. واقعا ایواب نکردیم همه ما اکثرا میمونیم چند تامون ایواب کردن شدن ایلا اونا دارن ما رو به خوش میبرن جلو اگه اونا نبوده من چه خودم میگم اگه دیر تو ویدیو میگم اگه برگردم به هزار سال قبل میگم آره اینو داریم اینو داریم اینو داریم بعد میگم خب ما دستک چریخی بعد درستش کنیم در رو نمیتونم درست کنم لولای در نمیدونم چه اختی کار میکنه یعنی من جز اون احمقا آدم این اینو بفهمه بعد یه آدم خفنی رو میبینی که داره زندگی ما رو درست میکنه برای ما تلفن درست کرده برای ما این میکروفون درست کرده من میتونم زر بزنم صدام اینجوری زد کنه اگه ابی ای اینجا وسط تو حرف میزنه وقتی آدم رو میبینیم باید بپرسیمشون نمیپرسیمشون هیچی میگیم تو دیوونه ای زمین صافه تو داری به ما دروغ میگی نه یه نفر دو نفر میلیون فکر کن به سعی کن بفهمی که احمقی از احمقیت جلوگیری کن و دو نفر بغل خودتو عاقل کن دمتون گرم لاویو چاکس